دوباره بر شما یاران همیشگی به برنامه خودتون سایه روشن خوش اومدید. با هم همسفر شدیم تا از سایه ها عبور کنیم و در روشنایی دیداری دوباره داشته باشیم. شده تا حالا کسی بهت گفته باشه که رفیق خودتو گول نزن، یا خودت به خودت گفته باشی که بابا بسه خودتو دیگه گول نزن؟ بله، امروز با هم خواهیم بود با موضوع خودتو گول نزن. مثل هر سری با هم یاد خواهیم گرفت که چطور با یافتن پاسخ سوالاتمون که در سایه ها هستن تغییر مسیر بدیم و در نور آگاهی برای بهتر زندگی کردن قدم برداریم. بریم با هم گزارش علمی برنامه امروز رو ببینیم و با موضوع برنامه بیشتر آشنا بشیم و برگردیم. خودتو گول نزن. آدم ها وقتی با یه مشکل روبرو میشن، رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. تعدادی تحت عنوان مثبت اندیشی، البته از نوع زرد یعنی فاقد اعتبار علمی، با انکار وجود هر گونه مشکل معتقدن که جریان انرژی مثبت به تنهایی حلال مشکلاته و تعدادی هم از روی ترس و ناباوری مشکل رو نادیده میگیرن. اما آیا واقعا با پاک کردن صورت مسئله چیزی حل میشه؟ قطعا که نه، فقط ممکنه بزرگتر و پیچیده تر بشه. بیایید با یک مثال بحث رو ادامه بدیم. فرض کنید که مدتی رفتارهای دوستتون با شما تغییر کرده و دیگه صمیمیت گذشته رو نداره. من خودم همین تجربه رو داشتم. یه زمانی قدیمی ترین دوستم رفتارش با من خیلی تغییر کرده بود. من تا مدت ها موضوع رو به خستگی و کار و مهاجرتش ربط می دادم و نتیجهش متاسفانه دورتر شدنمون بود و مشکلی هم حل نشد. نهایتا من متوجه شدم که دو تا انتخاب دارم. اول اینکه تو انکار و خودفریبی بمونم و با روش‌های مختلف مثل اجتناب و محبت‌های افراطی رابطه رو به نوعی پیش ببرم، و روش دوم هم اینکه وجود مشکل رو قبول کنم و به شکل یک مسئله برای خودم طرحش کنم و به سطح آگاهیم بیارم. صورت مسئله من این بود: دلیل تغییر رفتار دوستم چیه و چرا دیگه صمیمیت و احساس سابق تو رابطه‌مون وجود نداره؟ در چنین مواردی و هر مشکل دیگه‌ای، در قدم اول نیازمند یک برخورد هیجان محور هستیم. یعنی احساس خشم، غم و یا انزجار خودمون رو مشاهده کنیم و سرچشمه اون رو پیدا کنیم و با کاوش‌های درست در لایه‌های درونی ذهنمون به ریشه اصلی احساسمون برسیم و ببینیم که این احساس حاصل کدوم فکرمونه و بنیادی‌ترین باور ایجاد کننده این احساس نامطلوب چیه و کجای زندگیمون و به چه دلیلی ایجاد شده. و در قدم بعدی، یعنی بعد از پذیرش احساس ناخوشایندی که داریم، باید به روش مسئله محور برخورد کنیم و در این مثال یعنی بیان احساس و پرسش در مورد دلیل رفتار. این یعنی آوردن مسئله به سطح که اولین قدم در حل مسائل به خصوص مشکلات ارتباطی به شمار میره. البته خب کار آسونی هم نیست و کمتر کسی جسارت کافی برای ابراز احساس واقعیش رو تو مشکلات ارتباطی داره، چون ترس خرابتر شدن و یا از دست رفتن رابطه وجود داره. ولی آیا چاره‌ای هم جز این هست؟ از طرفی نحوه بیان موضوع هم واقعا مهمه و صراحت و صداقت بدون رعایت ادب و حد و حدود میتونه نتیجه عکس داشته باشه.
با رعایت همه این موارد بازم ریسک این موضوع از بین نمیره و احتمال داره با کند و کاو در حقیقت به مسائلی برسیم که خوشایندمون نیستن. اما در نهایت راهی هم جز پذیرش حقیقت نداریم و با ترس و انکار فقط عمر و انرژیمون به هدر میره و چاره‌ای جز رویارویی جسورانه و صادقانه وجود نداره. پس مشکلات رو ببینید، به شکل یک مسئله طرحشون کنید، ابعاد مختلفشون رو در نظر بگیرید و سعی کنید قدم‌های درستی رو برای برخورد باشون بردارید و یادتون نره که رفتارهای آگاهانه دردها و رنج‌ها رو از بین نمیبرن، ولی توان حل مسائل رو در شما ایجاد میکنن و به مرور خواهید دید که مسیر یک زندگی اصیل از آگاهی و جسارت میگذره. شما در گذشته و در چنین مواردی چه رفتاری میکردین؟ و از این به بعد چطور میخواییم با مشکلاتتون برخورد کنید؟ برای ما هم بنویسید و با ما در ارتباط باشین. نظر شما چیه؟ مشکل کجاست؟ مسئله چیه؟ چقدر این حرفا رو گفتیم؟ نمیدونم مشکل کار یا رابطمون چیه؟ چرا حالم خوب نیست؟ حس خوبی ندارم؟ مطمئناً تک تک ما این افکار و احساسات رو تجربه کردیم. راستش برای من هم این گزارش خیلی جالب بود و چون با مثال هم مطرح شده بود بهتر تونستم درکش کنم. اینکه ما واقعاً گاهی نمیدونیم مشکل چیه ولی اون رو حس میکنیم. امروز با پرداختن به این موضوع بسیار مهم و با کمک کارشناس برنامه امید داریم که به پاسخهای درستی برسیم. گاهی برای فرار از واقعیت خودمون رو گول میزنیم چون درک و شناخت واقعیت کار چندان ساده ای نیست. اما ما مسئول زندگی خودمون هستیم. پس باید این رو هم بیاموزیم که ما مسئول انتخابهای خودمون هستیم و با خوشبینی و نادیده گرفتن مشکلات حل نمیشن بلکه فقط بزرگ میشن. بیشتر از این معطلتون نمیذارم و بریم با کارشناس برنامه همراه بشیم. درود بر شما برادر مهراد عزیز، خوشحالیم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. درود بر شما ماندانا جان عزیز دوست داشتنی، من هم خیلی خوشحالم که خداوند یک بار دیگه فیض بخشید تا در خدمت شما در این برنامه بی‌نظیر و عالی باشم. من در خدمتتون هستم. تشکر از شما و برای حضورتون. اگه اجازه بدید میریم سراغ سوال اول برنامه‌مون. سوال اول، چه عواملی به نظر شما باعث میشه که ما خودمون رو گول بزنیم؟ ماندانا جان، من فکر میکنم که این موضوعی که شما در رابطه باهاش دارید امروز صحبت میکنید و قراره که با هم دیگه بیشتر بازش بکنیم یه مقدار متفاوته برای هر کس. دقیقا مثل زائقه میمونه، مثل سلیقه هر کس میمونه که هر انسانی با دیگری متفاوته. یه نفر ترش دوست داره، یه نفر شیرین. ولی من اون چیزی که میخوام با شما در میون بذارم، میخوام بیشتر جنبه جامعهشو در نظر بگیرم که اون چیزی که شایع هست بیشتر در جامعه رواج داره رو با هم دیگه بررسی کنیم. چه چیزی که باعث میشه ما خودمون رو گول بزنیم؟ به نظر من این هستش که بیشتر تصورات ذهنی اون شخص هستش که تو ذهنش دوست داره به اون امر برسه، اون اتفاق براش بیفته ولی نمیفته و سعی میکنه با گول زدن خودش به نوعی خودش رو فریب بده تا لذت کاذب ببره. اگر بخوام مثالی بزنم، یکی از دوستان صمیمی بود که چند سال پیش با همدیگه به محل کار میرفتیم، خیلی هر روز همدیگه رو میدیدیم. ایشون از یه دختر خانومی بسیار خوشش میومد، هم دانشگاهی همدیگه بودن. ایشون هر باری که ابراز علاقه میکرد به اون خانم، بدتر به جایی که نتیجه مثبت بگیره نتیجه معکوس میگرفت و همیشه براش اتفاقهای بدی میافتاد، خرابکاری میکرد، چیزی نبودش که بتونه نتیجه مثبتی بگیره. و در نهایت انقدر تلاش کرد و به هیچ جایی نرسید، در ذهن خودش به خودش این دروغ رو گفت و
قبولون که این دختر منو خیلی دوست داره، من عاشقشم. حتی یادم میادش که شماره این شخص رو هم نداشت و از یکی از دوستانش خواسته بود که روزی چند بار بهش زنگ بزنه و اسم این خانم رو سیف کرده بود. اینطوری به خودش تسکین میداد، به نوعی داشتش از حقیقت و واقعیت فرار میگه. و هرچی ما میگفتیم فلانی بابا خودتو گول نزن، تو تحصیل کرده ای، تو لیسانسه ای، خدا رو شکر تو قد 1.85، هر چیزی که باید یه آقایی داشته باشه که مورد نظر یه خانوم باشه شما داری. هرچند تمام چیزهایی هم که گفتم اگر ما نداشته باشیم معقول جامعه هستن همه، برای همین ایشون ولی نمیخواست بپذیره. حالا من میخوام ببینم نظر کتاب مقدس چی هستش در همین راستا. کلام خدا خیلی به صراحت در رومیان باب 12:4 به ما اینطور میگه، خیلی کلیر صحبت میکنه، میگه هر کس باید واقع بینانه با وجود خودش روبرو بشه، خودش رو قضاوت بکنه. اگر اون چیزی که تو دوست داری باید بهش برسی، به هر دلیلی بهش نبرسی، خودتو گول نزن، واقع بینانه با خودت رفتار بکن، چون تو خدایی داری که اگر قرار باشه به چیزی برسی اون خودش برای تو این دستاورد رو به عمل میاره. پس نیازی به تلاش و دست و پا زدن‌های بی جهت نیست. این به این نباید باشه که ما بشینیم هیچ فعالیتی نکنیم، کوششی نکنیم، نه. فقط مهم اینه که واقعیت قضیه این بودش که اون خانوم دوست ما رو بهش علاقه نداشت، پس نباید خودمون رو گول بزنیم. اگر در چنین شرایط مشابهی هستیم بهتره بذاریم کنار و به ساعتهای زیبای زندگیمون بنگریم و لذت ببریم و با واقعیت خودمون روبرو بشیم. و اما سوال دوم ما، این گول زدن تا کجا ممکنه پیش بره و چه عواقبی در زندگی ما داشته باشه؟ بله ماندانا جان، خیلی سوال خوب و به جای هستش که شما پرسیدین. من میخوام با یه خاطر از خودم و مانا جان این پاسخ سوالو بدم. چند وقت پیش خداوند فیض بخشیده بود به من و مونایی که مدت‌های خیلی طولانی هم نیستش که از ازدواجمون میگذره، حدود تقریبا 7 سال شده و با توجه به این سن ایمانی خدا به ما فیض بخشید که ما بتونیم یک گروهی از زوجین رو از کلیساهای مختلف خدمت بکنیم. و مدتی که با هم دیگه در یک سمیناری بودیم، در یک هتلی بودیم، تا روزهای اول و سوم خیلی روابط با احترام بود، خیلی روابط با منش بود، با زیبایی بود، با مهربانی بود و ما میدیدیم که چقدر عالین اینا. ولی رفته رفته یکم که وارد روزهای چهارم شدیم دیدیم که مشکلات عدیده و بزرگی در بین زوجین وجود داره. نه فقط کسانی که اومده بودن میگن که خب این عزیزان مش نمونه خرباره، یه نمونه‌ای بودن از کل جامعه‌ای که ما داریم درش زندگی میکنیم. پس میخوام اینو بگم، خیلی وقتا ماها یک سری مشکلاتی داریم که همیشه در تلاش این هستیم خودمون رو جلوی دیگران خوب نشون بدیم تا چیکار بکنیم؟ ظاهر قضیه رو حفظ کرده باشیم. آی خدای نکرده مردم راجع به ما چی فکری میکنن؟ آی اگر ما این کارو جلوی دیگران بکنیم صدای ما رو بشنون چه فکری میکنن؟ در صورتی که قشنگ و عالی و محترمش این هستش ما با مشکل خودمون روبرو بشیم. حالا روی صحبتم با زوجین نیست، زوجین یک مثال هستش که من دارم با شما عزیزان در رابطه باهاش صحبت میکنم. خیلی وقتا ما یه مشکلی داریم، صرف این که آخ همسایه بالایی صدای ما رو نشنوه، آخ من فلان کارو دارم مخفیانه انجام میدم منو یه نفر نبینه. یادم میاد یکی از دوستانم که خیلی ایماندار خوبی بود، متاسفانه همچنان اسارت سیگار کشیدن باهاش بود و توی خیابون یواشکی بعد از کلیسا سیگار میکشید، به قول معروف 7 سوراخ موش میخرید تا کسی نبینه. خب این به نوعی خودشو داشت گول میزد. برادر من، توی که دوست نداری، وجهت میدونی با این خراب میشه، میدونی با این اعتماد به نفست کم میشه و میدونی اگر این گناه به راستی بهتر نیست خودتو گول نزنی و واقعا اینو بذاریم کنار. این یک نمونه هستش. بهتر هستش که ما در مواجهه با چنین شرایطی، با مواجهه با چنین مشکلاتی، اول مسئله رو حل بکنیم تا صورت مسئله. صورت مسئله این نیستش که ما بخوایم بریم مکان مثلا
کار خلاف و اشتباهی که داریم انجام میدیم و عوض بکنیم. بهتره که اون کار خلاف و اشتباه و نادرست رو بذاریم کنار و حقایق و واقعیت رو بپذیریم. امیدوارم که همه ما امروز این تصمیم رو بگیریم که مشکلات اصلی رو حل بکنیم، تا اینکه نگران باشیم من و منو اگر بخوایم مثلا بلند با کسی صحبت بکنیم همسایه‌ای بشنوه. بهتر مشکل بلند حرف زدنمون رو حل بکنیم تا اینکه دیگری بشنوه. بله، ممنون از پاسخ بسیار زیباتون. اگه موافق باشید با هم بریم ببینیم که نظر شما عزیزان در مورد موضوع و سوال امروزمون چیه. بریم و برگردیم. درود فراوان، من سموئیل هستم و امروز میخوایم بریم ببینیم که نظر جوانان درباره سوال این هفته سایروشن چیه. اگه شما هم دوست دارید میتونید از راه ارتباطی که روی صفحه نمایشتون میبینید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو درباره سوال هفتگی با ما به اشتراک بذارید. سوال این هفته اینه که آیا تا حال شده که خودتون رو بخواید گول بزنید و فکر میکنید دلیلش چی بوده؟ پس بریم و برگردیم. تا به حال شده که احساس کنی داری خودت رو گول میزنی و فکر میکنی دلیلش چی بوده؟ زیاد اتفاقیه که بارها میفته دیگه. بعضی ما مثل همون سوالی بود که چرا میدونی کار درسته و اشتباه انجام میدی؟ میدونی یه کاری درسته ولی این غروره، این لجبازیه باعث میشه که بری خودتو گول بزنی و اون کار اشتباه انجام بدی. یعنی بعضی موقع تصورات آدم اینجوریه که حالا بذار انجام بدم ببینم چی میشه، یعنی خودتو گول میزنی عملا. بیشتر وقتی که مثلا حالت اصلا خوب نیست و مجبوری که جلوی مردم تظاهر کنی که حالت خیلی خوبه، حالت خیلی اوکیه و برای اینکه اون احساس تو رو متوجه نشن مجبور میشی که با همه خوب رفتار کنی و تظاهر کنی. خودم رو گول میزنم. آره، دلیلش این بود که نمیخواستم اون کار یا اون هر چیزی که بوده رو انجامش بدم. مثلا یه خرابکاری کردم، حالا برای جمع کردنش بودم اشکال نداره، پیش میاد، حالا اوکیه. به خاطر اینکه خیلی آدم خوشبینیم، همیشه دوست دارم توی زندگیم یه آرامشی باشه، خیلی وقت خودم رو گول زدم که اوکی میشه شرایط، ولی اونجوری نبود، خیلی باید جدی تر عمل میکردم. عدم اعتماد به نفس بعضی وقتا یا نپذیرفتن حقیقت، بعضی وقتا ما نمیخوایم اون حقیقتی که هستش رو بپذیریم. آره شده، و چون که از اون موقعیت لذت میبردم و خوشحال بودم ولی میدونستم که این کار خوب نیست، ولی بازم انجامش میدادم چون منو بیشتر خوشحال میکرد. آره خیلی آدم ایش نکنه خوش گول بزنم از این چیزی که اگه این کار انجام ندید خیلی خوبه. آره خیلی جا من خودم گول میزنم و اخصاصا تو بحث غذا خوردن و اینها یه مثالش بگم، خیلی خودم گول میزنم، کلن آدم گول زنی هم. خیلی وقتا شده، بله خیلی وقتا شده که شاید یه سری اتفاقاتی میفته در زندگی ما که ما نمیخوایم باورش کنیم، شاید به خاطر شرایط روحی که درش داریم دوست داریم که اون اتفاق رو جور دیگه‌ای برای خودمون تفسیر بکنیم یا حداقل یه جور دیگه‌ای بخوایم بهش فکر بکنیم یا خودمون رو گول بزنیم. خیلی وقتا یه جاهایی مقصریم و تقصیر با ما هستش ولی میخوایم جور دیگه اون اتفاق رو تقصیر کنیم و اون تقصیر رو اون اشتباه رو بندازیم گردن افراد دیگه و اینطوری بوده که شاید من خیلی وقت خودم رو گول زدم. خب دیدیم که نظر جوانان درباره سوال این هفته که گول زدم بود چی بود. پس تا هفته دیگه در دستان امن پدر باشید و بدرخشید. تا برنامه دیگر، بدرود. خب نظر شما عزیزان رو هم شنیدیم و دیدیم که گاهی در زندگی با مسائل و مشکلاتی روبرو میشیم که در ابتدا برای خود ما هم واضح و روشن نیست، اما با یادگیری و تفکر و طرح مسئله میتونیم اونها رو از قسمت سایه افکارمون به سطح بیاریم و برای حل اونها قدم موثرتری برداریم.
بریم سراغ سوال سوم امروزمون. گول زدن خود با گول زدن دیگران چه فرقی داره؟ ماندانا جان از این سوالای چالشی میکنی قشنگ. آنان که خورشید رو به چالش میکشن، چطور ممکنه همچی اتفاقی؟ اصلا ما اینجا هستیم که به چالش بکشیم. بله منم اینجا هستم که واقعا در برم از زیر چالش های شما. اتفاقا چند وقت پیش توی یکی از بازارهای شهری که زندگی میکنم بودم، توجه خودم رو اون روز به کلاها داشتم جلب میکردم. کلاهای مختلفی تو دنیا وجود داره، کلاهای گرم، کلاهای زمستونی، کلاهای کج، کلاهای سربازی، ولی ما یه کلاهی هم داریم به نام کلاه شرعی. میدونید ما ایرانی ها خیلی خوب باش آشنا هستیم که به نوعی واقعا کلاه شرعی سر خودمون میذاریم، خودمون رو گول میزنیم. اینم دقیقا از همون سوالاییه. خودمون رو گول بزنیم با دیگران چه فرق داره؟ هیچ فرقی نداره. نباید کلاه شرعی سر خودمون بذاریم، جفتش یکی هستش. بذار با یه مثال اینو برای شما بشکافم، شاید خیلی بهتر متوجه منظور من بشین. بله حتما. باز هم من از یکی از دوستان قدیم مثال میزنم، بدون بردن اسم و آوردن مشخصات، که خیلی قدمت دوستی ما به سالیان قبل بردگره و مدت هم هستش از هم بیخبر هستیم. من یه دوستی داشتم که تو محله که ما زندگی میکردیم همه ایشونو به عنوان مهندس میشناختن. خیلی جالب بود. من یه دفعه یک وسیله برده بودم توی دبیرستان شبانه به ایشون بدم، گفتم این برای آقا فلانی هستش. آقا گفت آقای مهندس رو میگه، و اون شخصی که اینو گفت ناظم مدرسه بود. گفتم ایشون داره برای دیپلم ردی امتحان میده الان تو مدرسه شبانه شما، رو چه حسابی دارید میگید مهندس؟ وای از اون روزی که از این القاب و لیبل ها و درجاتی که روی وجود ما بیاد که ما دیگه دلمون نمیاد پسش بزنیم. بله. برای اینکه واقعا یه مقدار شیرینم هست، از حق نگذریم، یه مقدار تو جامعه به آدم احترام بیشتری میذارن، لیبل خدمتی آدم توی جامعه بالاتر میره. ولی واقعا بیایم با هم واقع بینانه نگاه بکنه. ایشون بهش که نمیدونم رو چه حساب لقب مهندس رو داده بودن، دیگه خودش هر جا میرفت خودشون مهندس فلانی معرفی میکرد. ولی واقعا بینندگان عزیز با هم دیگه داریم خیلی صادقانه صحبت میکنیم. آیا اون شخص واقعا مهندس بود؟ آیا اون شخص واقعا به خاطر اون مدرکی که نداشت، اون همه زحمتی که نکشیده بود، تلاشی که نکرده بود، لیاقت دریافت چنین لقبی رو داشت؟ که حتی اصلا هیچ رشته‌ای با مهندسی نداشت. یعنی اگه بهش میگفتن مثلا میکانیک خیلی ارزشمندتر بود، چون واقعا انسان فنی بود. بنابراین میخوام اینو به شما بگم، خیلی وقتا ماها خودمون رو گول میزنیم و باورمون میشه آن چیزی که نیستیم. و مردان و زنان خیلی زیادی در کتاب مقدس عزیزان هستن که الان در مدت زمان ما نمی گنجه، در این قاموس نمی گنجه که من بخوام بیشتر توضیح بدم، که اون کسی نبودن که باید می بودن، خودشون رو به دیگری معرفی کردن و برعکس باعث شکستشون شد. یه نمونه همین الان یادم اومد که به شما بگم. خداوند مقرر کرده بود که داوود پادشاه اسرائیل باشه. آمین. همه ما اینو میدونیم. خدا مقرر کرده بود داوود پادشاه بشه. حالا در همین هی چند نفر وجود داشتن، خیلی نمونهای زیادی، 4 تا رفیق پیدا میکردن، کرنا مینواختن از این شیپورهای خیلی بلند که اعلام میکردن فلانی پادشاه هست، فلانی پادشاه هست، یه شهر به هم میریخ، فلانی پادشاه شده. ابشالوم پسر داوود یکی از این نمونه هایی هستش که من دارم در رابطه باهاش صحبت میکنم. خودش اعلان پادشاهی کرد و ما دیدیم که به بدترین شکل ممکن هم کشته شد، چون اون چیزی نبود که اعلام میکرد. پس ما خودمون رو گول نزنیم، سعی بکنیم آن چیزی که هستیم و درک بکنیم چقدر زیباییم نزد خدا. میخوام یه چیزی به شما بگم در این قسمت که این رو با خودتون داشته باشید. اگه دوست داشتید واقعا بنویسید یه قسمتی بچسبونید. خداوند میفرماید ای نازنین من، تو به تمامی زیبایی و در تو هیچ عیبی نیست. ما اینو میتونیم در کتاب غزل‌ها فصل 4 اگر اشتباه نکنم یا 3 اینو پیداش بکنیم و بخونیم و دریافتش بکنیم. سوال 4، جسارت روبرو شدن با مشکلات و واقعیت‌های زندگی رو از کجا بیاریم و پاداش این جسارت چی هستش؟
بسیار عالی، بسیار عالی ماندانا جان. اتفاقا چند وقت پیش ما یک سمیناری داشتیم در همین شهری که دارم زندگی میکنم، تقریبا نزدیک 100 نفر بودیم متمرکز به خدمت نوجوانان. خب تیم خدمتی رو من به عنوان رهبر اون گروه جمع میکردم هر روز و یک شعاری برای خودمون درست کرده بودیم. شما در نظر بگی 30 نفر ایستاده بودیم، دستامون رو میذاشیم روی همدیگه و من میگفتم کی زنده است؟ اونا میگفتن، اولش من بهشون یاد داده بودم میگفتن عیسی، ولی قبلش گفتم عزیزان موسی که زنده نیست رهبر ما، ما خداوند زنده عیسی مسیح الگونه. حالا این سوالم دقیقا منو یاد اون کار رو انداخت. ما پاداش این جسارت روبرو شدن با مشکلات از کجا باید بیاریم؟ باید بریم هر کدوم از ماها فکر میکنم از مراکز خرید بیاریم. طبیعتا مسلمه که باید از خداوندمون بگیریم. دقیقا کی زنده است؟ عیسی مسیح. خداوند ما هستش که به ما این جسارت رو میده و با مشکلات خودمون روبرو بشیم. ولی من مطمئنم ماندانا جان برای شما هم پیش اومده، برای همه بینندگان ما هم پیش اومده که خیلی وقتا توی زندگیمون مردان و زنان و افراد و اشخاصی رو میبینیم که وقتی که با یه مشکلی روبرو میشن خیلی دیگه از خودشون بیخود میشن، خیلی دیگه آسمان رو به زمین میدوزن، آی بس دیگه بابا من دیگه طاقت ندارم، خسته شدم. من که شبانم خیلی این چیزها رو میبینم و میشنوم، ولی مطمئن هستم که شما هم برای شما هم همینطور هستش. خیلی میبینیم میشنویم که چه اتفاقهایی میفته، من دیگه طاقت ندارم. یه قسمتی از کلام خدا امروز پاسخ به چنین اشخاصی هستش که متاسفانه در این سوء تفاهم و اشتباه موندن. در اول قرنتیان باب 10:13 اینطور میفرماید هیچ آزمایشی بر بشر نیامده که مناسب بشر نباشد و خدا امین است، او اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می سازد تا آب تحملش را داشته باشید. آمین. من مطمئنم کلام خدا حقیقت محضه. خدا هرگز دروغ نمی گه. او حتی پر کبوتری بیشتر از اندوخته ما، بیشتر از توان ما به روی مشکلات ما نمیذاره. پس ما نگیم آی دیگه بس خسته شدیم طاقتشو نداریم. اگر مشکلات هم میاد، کتاب مقدس به ما میگه مشکلات برای اینه که من و شما ریشه بدوانیم، برای اینکه من و شما قوی بشیم. خیلی جالبه بدونید پاداش شما چیه در مقابله با مواجه شدن با مشکلات. بهترین پاداش به نظر من مطابق کلام خدا که میفرماید این سختی ها به سرفکندگی شما ختم نمیشه. درخت زمانی در دل زمین ریشش حرکت میکنه که آفتاب سوزناک بر روی سرش بیاد، باد و طوفان بیاد. در زمان بهار در حالت عادی هیچ موقع این اتفاق نمیفته، ولی وقتی که سختی میاد ریشه میدوانه و قوی میشه. پاداش ما اینه وقتی با سختی روبرو بشیم، جرأت داشته باشیم، قوی میشیم و از پس مراحل بعدی زندگیمون برمیاییم. خدا برکتتون بده برادر. اگه اجازه بدید درنگی کوتاه داشته باشیم و در این فرصت بریم و با آذر عزیز در پرستش امروز سایه روشن همراه بشیم. درود و صلح و سلامتی خداوند بر شما. عزیزان خیلی موقع پیش اومده به خصوص برای ما جوانان که از نظر روحانی و دنیوی با مشکلاتی روبرو شدیم، ولی به خاطر اینکه بی تجربه بودیم خواستیم ازش فرار بکنیم و باش روبرو نشیم، ولی نتونستیم چون دوباره بعد از گذشت زمانی اون فکرها دوباره به سراغ ما اومدن و این بار خواستیم مثلا با مثبت اندیشی و یا کمک گرفتن از افراد ناآگاه بخوایم ازش فرار کنیم و دور شیم از اون مشکلات، ولی باز نتونستیم به خاطر اینکه فقط داریم از این طریق خودمون رو گول میزنیم. پس چقدر خوبه به جای اینکه بخوایم بی توجه باشیم به اون مسائل باش روبرو بشیم و از افراد آگاه و از کلام خدا کمک بگیریم، از روح القدس کمک بگیریم تا بتونیم مقابل اون دو مشکلات بیستیم و باشون کنار بیایم. در کتاب ارمیا باب 23 آیه 26 میگه که تا به که این پیام آوران دروغین با حرفهای ساختگیشان قوم مرا فریب خواهند داد. همینطور در ارمیا 37 آیه 9 آمده که من خداوند به تو اختیار می کنم که خود را فریب ندهی و تصور نکنی که بابلی ها دیگر نخواهند آمد چون آنها خواهند آمد.
در این آیه برای من بابلی ها همین افکار دروغ و فریبنده هستن، پس باید هوشیار و بیدار باشیم. دعا میکنیم خداوند و قلب و افکار ما رو به خداوند در دستان خودت بگیر، به تو میسپاریم ای خداوند، قدرت فهم و درک به ما عطا فرمای پدر، تو درست رو از نادرست تشخیص بدیم ای خداوند، فکر و ذهن خودمون رو گول نزنیم پدر، از مشکلات فرار نکنیم قدوس، بتونیم با توسل به کلام تو به روح القدس تو مقابل مشکلاتمون بیستیم ای پدر، تو به ما قوت بده، تو به ما قدرت بده، در ما ساکن شو، روح خودو در ما ساکن کنی خداوند، بر ما بباره ای پدر، پر کن ما رو از روح قدوس خودت، از آتش پاک خودت ما رو لبریز کنه ای خداوند، بسوزان هر آنچه که از تو نیست ای پدر در وجود ما، قدرت بده، فهم بده ای خداوند، در مقابل مشکلات بیستیم و تو رو در زندگیمون بطلبیم، و چون تو هستی ای خداوند، روح قدوس و پاک توی که به ما قوت میده تا مشکلات رو حل کنیم ای خداوند، روی خود رو از ما مگیر ای مسیح، ببار در ما ای خداوند، روحت رو ببار بر ما، مثل باران بهاری ای روح القدس ببار، تازه کن باغ وجودم تا شوم پر برگ و بار، تا پر شوم از روح خدا از آتش پاک تو، میوه های بسیار آورم چون شاخه تاک تو، گهگاه نفس و گاهی دنیا یا وسوسه شریر میخواهن خشکم کنند، عیسی رویت را از من مگیر، مثل باران بهاری ای روح القدس ببار، تازه کن باغ وجودم تا شوم پر برگ و بار، تا پر شوم از روح خدا از آتش پاک تو، میوه های بسیار آورم چون شاخه تاک تو، محبت ایمان خوشی و هم در من شکوفا نما، سلامتی فروتنی و عشق بی انتها، هللویا، مثل باران بهاری ای خداوند ای روح القدس ببار، ببار ای خداوند، تازه کن باغ وجودم تا شوم پر برگ و بار، ای خداوند آتش خودتو بر ما بریز ای خداوند، ما رو لبریز کن از حضور خودت ای خداوند، پر کن ما رو ای خداوند از روح پاک خودت ای پدر، تا پر شوم از روح خدا از آتش پاک تو، میوه های بسیار آورم چون شاخه تاک تو، محبت ایمان خوشی و هم در من شکوفا نما، سلامتی فروتنی و عشق بی انتها، مثل باران بهاری ای روح القدس ببار،
وجودم تا شم پر برگ و بار. هللویا آمین. همه شما عزیزان رو به دستان خداوند میسپارم. خدا نگهدار. تشکر از آذر عزیز برای پرستش پرمسحشون. منم تشکر میکنم واقعا به نوبه خودم از شما خواهر عزیز و دوست داشتنی آذر گرامی با این صدای مسح شده ای که خداوند به شما بخشیده تا ما رو در امر پرستش رهبری بکنید و همچنان میخوام این قول رو به شما بدم که برای شما در دعا ایستادیم تا هرچه زودتر دوران نقاهتتون رو سپری بکنید و ما شما رو در قوت و سلامتی کامل در جایگاه پرستش ببینیم. آمین. و بریم سراغ سوال آخرمون، سوال پنجم. و سوال پنجم، برادر مهراد عزیز، امروز برای شخصی که عمری خودش رو از لحاظ روحانی و دنیوی گول زده و نخواسته با واقعیت زندگی مواجه بشه، چه صحبتی دارید؟ بله، خیلی ممنون برای این فرصتی که به من میدین تا بتونم پاسخ این سوال عالی شما رو بدم. چون سوال شما درش مسئله روحانی داره، من هم باید روحانی پاسخ شما رو بدم. بله. از اونجایی که خب من در کلیسا هر هفته خداوند این فرصت رو داده، رحمتش نصیب من شده که بتونم خدمت بکنم، با افراد متعدد زیادی سر کار دارم و ملاقات‌های زیادی دارم و می‌بینم و آشنا هستم به نوعی با این پاسخ سوال شما. می‌خوام این رو بگم، خیلی از کسانی که قلبشون لمس میشه، خداوند با اونها به طریق‌های مختلف ملاقات می‌کنه، قلبشون رو به عیسی مسیح میدن، متأسفانه پس از گذشت مدت اندکی کلیسا رو رها می‌کنن، کتاب مقدس رو رها می‌کنن، تعلیمی رو که باید ببینن و رها میکنن. و از اون جایی که یه شخصی که به عیسی مسیح تازه قلبشو میده ما بهش میگیم نو ایمان. کتاب مقدس میگه نو ایمان مثل یک نوزادی میمونه که نیاز به رسیدگی های زیاد داره، مخصوصا 100 روز اول زندگی جدید روحانیش. میخوام این رو به شما بگم، مسیحیت دین و آیینی نیستش که ما یک روزی چه از طریق تلویزیون و از چه طریق کلیسای حضوری بیایم شبان یا واعظ یک چیزی رو اعلام بکنه و همراه با او دعا بکنیم و بگیم تموم شد، ما دعا کردیم و دیگه مسیحیم. خیر، این یک بستری هستش که ما رو در واقع وارد درب ورودی دانشگاه میکنه. مسیحیت یعنی دانشگاه. خواهر و برادر عزیزم و حتی عزیزان دلم، از آشنایان من که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، میخوام بگم خودمون رو گول نزنیم. مسیحیت این نیستش که ما یک سوره، یک آیه، یک سری کلماتی رو اعلام بکنیم تموم شد و رفت. نه، کلام خدا میگه سخت بکوشید تو مقبول خدا باشیم. این نیستش که ما یک سری کلمات رو بگیم، اسممون در دفتر حیات ثبت شد، تمام گناهان ما آمرزیده شد. در غیر این صورت اگر اینطور بود، زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان می آوردیم، خب خداوند وعده داده نجات رو دریافت می‌کنید. آمین. 100%. در غیر این صورت وقتی که دعا رو کردیم همراه با کشیش یا شبا، بلافاصله باید می‌مردیم، به حضور خدا می‌رفتیم. اگر زنده موندیم، خودمون رو گول نزنیم. خدا با ما یک کاری داره. باید رشد بکنیم و عامل رشد دیگران نیست باشیم. این مسیحیت حقیقی هستش که کلام خدا به ما معرفی میکنه. یه آیه یا مأموریت طلایی که کتاب مقدس به ما میده در انجیل متی باب 28 آیات 19 تا 20 هستش که من میخوام برای شما بخونم. کلام خدا اینطور میفرماید، تمامی قدرت در زمین و آسمان به دستان عیسی مسیح سپرده شده است. عیسی مسیح فرمود پس رفته تمامی قوم‌ها را به نام پدر، پسر، روح القدس تعمید دهید و فرمان دهید هر آنچه به شما تعلیم دادم را به جای آورند. پس ما باید بریم، اول از عیسی مسیح یاد بگیریم،
و آن چیزهایی که یاد گرفتیم به دیگران انتقال بدیم. آمین. سپاس از شما که با بیان شیوا و داستانهای آموزنده به سوالات ما پاسخ دادید. تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم. منم خداحافظی میکنم از شما و تشکر میکنم از شخص شما ماندانا جان و مخاطبین عزیز و دوست داشتنیتون. به امید دیدار هر چه زودتر. به امید دیدار. بیایم این هفته تمرین کنیم و در موقعیت‌های دشوار صورت مسئله رو برای خودمون مشخص کنیم. گول زدن خودمون مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه اون رو در سایه نگه می‌داره و این سایه قطعاً بر سایر قسمت‌های زندگیمون هم تأثیر داره. بیایید از سایه‌ها یک بار دیگه با هم عبور کنیم. هرچند مسیر سختی باشه، اما مطمئن باشین که ارزشش رو داره. منتظر شنیدن از شما هستیم تا به هم نزدیکتر بشیم و همسفرای خوبی برای هم باشیم. تا یه برنامه دیگه و یه سفر دیگه، بدرود.